دوستانی نوع تیمور ملک با تفتیش قضیه و استعمال کنسر و زهرولود شدن 18 عضو یک خانواده آغاز کرده است. 4 نفر آنها از جمله دو کودک خردسال به هلاکت رسیدند. بنا به اطلاع خبرنگار رادیوی آزادی محمود جان رحمت‌زاده، حادثه نیم شب 1 اکتبر در دهه کشتیپه نوی تیمور ملک رخ داده است، ولی جزئیاتش تازه آشکار شد. یک منبع در دوستانی منطقه کولوب روز 14 اکتبر به رادیوی آزادی گفت بر اثر استعمال کنسرو در قشتیپه 4 نفر، امیدجان حمیدوف 40 ساله، میسره قلمتوای 32 ساله، سمایه دودوزاده 6 ساله و رخساره قلزاده 2 ساله جان باختند. تفتیش اولیه معین کرد که دادجان نورخانوف روز 30 سپتامبر در خانهش آش پلو آماده کرده همه خانواده را دعوت میکند. در وقت استعمال آش یک بانکه 2 لیتره خورش عبارت از پمیدور، پیاز، سیرپیاز و قلمفور بلغوری را استعمال میکنند و از همین زهرآلود میشوند. حالا تفتیش جریان دارد و تشخیص دقیقا اشی زهرآلود شدن آنها را دقیق خواهد کرد. افزود است این منبع از دوستانی منطقه کولوب 4 نفر از زهرآلود شدگان تا حال در شفاخانه بیماری های سیراتی شهر کولوب بستری بودند. طبیبان احوال آنها را معتدل میگویند. عبدالکریم شاکروف سرطبیب این بیمارستان روز 14 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت از 6 نفری که اول به بیمارستان آورده شدند تمام عضوهای بدن 4 نفرشان زهرآلود شده بود. از این رو طبیبان نتوانستند آن 4 نفر را نجات دهند. ما برای نجات آنها تمام تلاش ها را کردیم. حالا 4 نفر دیگرش مانده است. روزهای نزدیک جوابشان میتیم، گفت سردختر. این نخستین مورد زهرآلود شوی ساکنان از استعمال کنسرو نیست. ماه نویبر سال 2019 بر اثر زهرآلود شوی از کنسرو بودرینگ و پامیدور در نویه دنگره ولایت قتلان 7 نفر زهرآلود شده، یکی از آنها فوت دیده بود. پیش از آن ماه دکمبر سال 2017 4 روز و یک خانواده در کولوب زهرآلود شده. سال 2016 3 نفر در کولوب از زهرآلود شوی جان باختند. سال 2012 در نویه ظفرآباد ولایت سغد هم بر اثر استعمال کنسرو زهرآلود 1 نفر جان خود را از دست داده بود. طبیبان میگویند در صورت رعایت نشدن معیارهای تازگی، استفاده از محصولات داروی مواد کیمیایی زیاد در داخل کنسرو و تجزیه های کیمیایی میگذرد و غذای خوشخور به زهر تبدیل شده میتواند. در تاجیکستان با دلیل گران و کمچین شدن میوه و سبزیجات در زمستان، در فصل تابستان این محصولات را در شکل کنسرو ذخیره میکنند. این تا اندازه مشکل ذخیره غذا را حل میکند.